اگر فرصتی شد بعدا دربارهش صحبت خواهم کرد، ولی باز هم برمیگردم به این نکته‌ای که چندی قبل گفتم که در سیستم ما از یک طرف یک آزادی‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیدار شده بود، ولی از طرف دیگر سیستم سیاسی روی خبرچینی، روی بی‌اطلاعی و مسائل را محرمانه تلقی کردن، اجازه قضاوت به افکار عمومی ندادن و غیره متکی بود و این در تمام جهت‌های دیگر هم دیده می‌شد. مثلا بارها در همان ماه‌های اول از اعلیحضرت شنیدم که می‌گفتند ما می‌بایست بتوانیم شماره اشخاص با صلاحیتی که در کشور هستند پیدا بکنیم و با این اشخاص تماس بگیریم و اینها را سر کار بیاوریم و نحوه این کار این است که هر کسی موظف باشد که 5 یا 10 نفر شخص با صلاحیت را معرفی بکند و بعد هر کدام از آنها به همین ترتیب و به این صورت ما با هزاران هزار نفر شخص با صلاحیت آشنا خواهیم شد. سوال: گزارش به کجا می شد آن وقت؟ جواب: مثلا آن را نخست وزیر گردآوری بکند. من هیچ وقت در این مورد تفسیری ندادم، کاری هم به این کار نداشتم، اما از نقطه نظر صرفا منطقی می دانستم که این حرف غلط است، چون پس از اینکه شما با 5 نفر اول تماس می گرفتید اسمها تکرار می شد. به عبارت دیگر همیشه در داخل یک دایره 50-60 نفری سرگردان بودیم. علت این که در یک دموکراسی شما مرتب اشخاص نو میبینید این است که سیستم برای این درست شده که تدریجاً از پایین عده‌ای رشد بکند و پست‌های مختلف بگیرند و هزاران هزار نفر یا ده‌ها هزاران نفر در این فراگرد پیشرفت سیاسی شرکت دارند و سهیم هستند و این چیزی بود که قابل فهم نه برای اعلیحضرت بود نه برای دولت علم. شاید عجیب به نظر بیاید که تنها کسی که من به صورت کاملا خصوصی با او صحبت می کردم و خوب به این مسئله پی برده بود پاکروان رئیس وقت سازمان امنیت کشور بود، ولی او هم نظرات خودش را به صورت خصوصی به من می داد، چون امکان بحث علنی و اینها هم وجود نداشت. در همین اوان من سفری هم به بلژیک کردم برای دنبالگیری مذاکره با مقامات اتحادیه اقتصادی اروپا یا به اصطلاح معمولی بازار مشترک اروپا و تلاش برای بستن یک قرارداد میان ایران و بازار مشترک. سابقاً به این صورت بود که ترکیه توانسته بود امتیازهای خاصی برای تعدادی از صادرات کشاورزی خودش بگیرد که بعضی از آنها مشابه صادرات کشاورزی ایران بود و بنابراین فشاری به صادرکننده‌های ما وارد می‌کرد که ترک‌ها بتوانند با قیمت بهتر بدون پرداخت حقوق گمرکی کالای خودشان را بفروشند، در حالی که ایرانی ها میبایست یک گمرکی میدادند و در نتیجه با جنس مشابه ناچار بودند حدوداً اگر اشتباه نکنم 15-20% ارزانتر بفروشند. در نتیجه از زمان جهانشاهی با مقامات بازار مشترک تماسهایی گرفته بودند، ولی نتیجه حاصل نشد. من در بهار 1342 با چند نفر از همکاران وزارت اقتصاد به بلژیک رفتم و در آنجا یک مذاکره جدی با مقامهای بازار مشترک آغاز کردم.
البته کاملا روشن بود که ترکیه به عنوان یک عضو وابسته از شرایطی استفاده می کند که برای ما میسر نبود. ترکیه عضو OECD بود و در پارلمان اروپا نماینده داشت. عضو ناتو بود و بنابراین اصولاً با او به عنوان یک کشور اروپایی رفتار می شد. در حالی که مذاکره با ایران به عنوان مذاکره با کشور ثالث تلقی می شد. ولی به هر حال هدف من این بود که تا آنجا که ممکن است ترتیبی بدهم که وضع صادرات ما هم به بازار مشترک بهتر بشود و از شرایط بهتری استفاده بکنم. بیشتر هم کالاهای سنتی مورد نظر بود، مانند کشمش، قالی و گلیم و برگه میوه های مختلف مانند هلو، زردالو و غیره. به هر حال به بروکسل رفتم و در آنجا با خسرو هدایت که سفیر ما در بلژیک و همچنین مرز بازار مشترک بود آشنا شدم و همچنین از دکتر هوشنگ نهاوندی که از زمان تحصیل در پاریس با من دوست بود دیدار کردم. سوال: ایشان آنجا چه کار می کردن؟ جواب: هوشنگ نهاوندی در دولت امینی به عنوان مستشار اقتصادی سفارت ایران در بلژیک برای کارهای بازار مشترک به اروپا فرستاده شد و در این پست تا حدود پاییز 1342 بود. سوال: آنجوری که از صحبت شما برمی آید، من ارتباطی بین اهمیتی که به این بازار مشترک داده می شده و نتیجه‌ای که ممکن بود برای ایران داشته باشد درست نمی بینم. یعنی انگار برای کار نسبتاً خیلی کوچک و کم اهمیت یک تشکیلات و یک بروبیاهای فوق‌العاده‌ای بوده است. جواب: از نقطه نظر اینکه ما چرا در آنجا مستشار داشتیم یا چرا با آنها قرارداد بستیم؟ سوال: از یک سری مذاکرات. آدم تصور می‌کند که این کار خیلی عظیم بوده است، ولی این است که اینجوری به نظر من می‌آید بدون داشتن اطلاعات دقیق. جواب: نه، در شرایط 1340 تا 1342 و حتی چند سال بعد بسیار برای ما مهم بود، چون صادرات قالی ایران همیشه رقم بسیار بزرگی بود و خارج از میزان درآمد ارزی ده ها هزار تن از راه قالی بافی زندگی می کردن. بنابراین یک اهمیت اجتماعی خیلی مهم داشت و بزرگترین بازار قالی های ما کشورهای بازار مشترک بودند، به جز آمریکا البته. در نتیجه این چیزی نبود که بشود کوچک گرفت. از طرف دیگر صادرات کشاورزی ما که در آن موقع استانداردیزه هم نبود و به صورت خوبی عرضه نمی شد، به هر حال رقم بزرگی را در کل صادرات غیر نفتی ما تشکیل می داد و بنابراین ناچار بودیم با آن توجه بکنیم. شما باید در نظر بگیرید که در سال 1342 خارج از صادرات نفت باقی کالاهای صادراتی ما عبارت از همین چیزها بود، به اضافه سنگهای معدنی و تمام شد و رفت. حالا اگر 10 سال بعدش ایران اتوبوس صادر می‌کرد یا تمام بازار پودر و روغن نباتی خلیج فارس را گرفته بود یا بازار دارویی وسیع در خاورمیانه داشت، این داستان دیگری است. ولی در 1341-42 این قلم ها برای ما اهمیت بسیار بسیار زیادی داشت و همان دوری که ذکر کردم، به خصوص در مورد قالی، به خاطر شمار کسانی که در این کار بودند و بیشتر هم در نقطه های بیابانی و کم‌آب کشور فعالیت می کردن، این اهمیت خیلی زیادی برای کشور به وجود آورده بود. به هر حال با آنجا رفتم
و با خسرو هدایت آشنا شدم و در عرض چند روز بی نهایت با هم تفاهم و توافق پیدا کردیم و خانومش روز آخر با تعجب به من گفت که نمیدانم شما با خسرو چه کرده اید، ولی از هنگامی که من زن او شدم تا کنون هیچ وقت این اندازه کار نکرده. واقعیت این است که این مرد بسیار خوشفکر و فهمیده و باصلاحیت بود، ولی کسی از او هیچ وقت نخواسته بود که او از همه امکانات فکری و از قریحه درخشانش استفاده بکند. به عنوان نمونه به شما بگویم که وقتی من کوشش کردم که برای صادرات قالی ایران تخفیفی در تعرفه گمرکی داده بشود و اگر اشتباه نکنم سرانجام هم تعرفه را نصف گذشته کردیم و حتی برای قالی های نوع خوب به زیر 10% آوردیم، اما با مخالفت بلژیکی ها روبرو بودیم، چون بلژیک بزرگترین بافنده قالی ماشینی کشورهای عضو بازار مشترک بود و من تنها راه را در این دیدم که وزیر خارجه وقت بلژیک که از پدران مؤسس بازار مشترک بود تماس بگیرم و از او درخواست کمک بکنم و صبح زودی به خسرو هدایت نظر خودم را گفتم و این شخص توانست 1 ساعت بعد ترتیب ملاقات مرا با او بدهد. این کار برای هر کسی که با روش فعالیت سفیران هر کشوری با وزرای مملکت مقیمشان آشنایی دارد میداند کار بسیار سختی است، به خصوص در اروپا، ولی شخصیت خسرو هدایت و احترامی که برای او قائل بودن آنچنان بود که این شخص توانست فوری این کار را برای من انجام بدهد و خوشبختانه همان روز صبح هم من توانستم نتیجه از این ملاقات بگیرم و بلژیکی ها به اصطلاح از خر شیطان پایین آمدن. به هر حال این چند روز مذاکره با بازار مشترک بسیار خوب به پایان رسید و یکی از چیزهای جالبی که برای من در آنجا اتفاق افتاده بود این بود که در روز اول رئیس هیئت نمایندگی فرانسه در این گروهی که با ما مذاکره می کردن به نزد من آمد و گفت که از وزارت خارجه پاریس به او دستور دادن که هر پیشنهادی دولت ایران بکند فرانسه با آن موافقت خواهد کرد. علت امر هم رابطه بسیار نزدیکی بود که میان اعلی حضرت و ژنرال دوگل وجود داشت و من هم در بازار مشترک نهایت استفاده را از این جریان کردم. به هر صورت توافق‌های کلی میان ما و مقامات بازار مشترک انجام شد و قرار شد که درباره هر یک از آنها بررسی‌های دقیق‌تر و مشروع‌تری بشود و به همین دلیل هم من ناچار شدم چندین بار مسافرت‌های کوتاه 24 ساعته به بلژیک بکنم و بیشتر هم سعی می‌کردم وقتی مسافرت برای مذاکره با کشور دیگری دارم سر را سری هم به بلژیک بزنم و عاقبت توانستم در پاییز همان سال با بازار مشترک قراردادی به امضا برسانیم و این نخستین قرارداد اتحادیه اقتصادی اروپا با یک کشور سوم بود و باز هم فرانسوی ها در همان موقع امضای قرارداد از خودشان تمام احساس نزدیکی که با ایران داشتن نشان می دادن. مثلا خارج از تشریفات پذیرایی که رئیس بازار مشترک از من کرد، سفیر فرانسه در بازار مشترک هم از قبل از خسرو هدایت خواسته بود که از من پذیرایی بکند و این شخص که یکی از 5 یا 6 سفیر بزرگ فرانسه بود که با آنها آمیاسادور دو فرانس میگویند از نزدیکان دوگل بود
و اگر اشتباه نکنم اسمش بوگنر بود که از خانواده قدیمی آلزاسی بود، یا آلبرت شوایتزر و برادرزاده او که رئیس صندوق بین المللی پول شده بود خیشاوند بود. یکی از اعضای خانوادهشان جایزه پیانوی معروفی را در اروپا برده بود و غیره. خودش هم مدتها رئیس کابینه دوگل بود و او در روز پذیرایی به من گفت جنرال دوگل ایم وتر روی، یعنی جنرال دوگل پادشاه شما را دوست دارد. ولی به فرانسه این لغت بسیار قوی تر از لغتی است که ما در فارسی به کار میبریم و به من کاملا توضیح داد که از نظر دوگل یکی از جالبترین شخصیت‌های آن زمان پادشاه ایران است و اصولا از کارها و رفتار این مرد خوشش میآید. البته چیزی هم که باعث شده بود باز دوگل بیشتر از او تحسین بکند این بود که شاه در ششم بهمن رفراندوم کرده بود و دوگل هم کارشناس رفراندوم بود خودش و خیلی به رابطه مستقیم بین رئیس مملکت و توده مردم از بالای سر حزب‌های سیاسی و سازمان‌های موجود اعتقاد داشت. به هر صورت این هم جریان بازار مشترک بود. اما وقتی از آن سفر اولم از بلژیک بازگشتم، خارج از کارهای جاری که مرا سرگرم کرده بود، احساس می کردم که وضع کشور تا حدودی متشنج است. در جلسه های هیئت دولت چندین بار علم اشاره به تظاهرات آخوندها در قم کرد و فکر می کنم یکی دو هفته پیش از داستان 15 خرداد هم یک بار به شوخی گفت که در نتیجه این برخورد یک آخوند سقط شده، که من واقعا متوجه شدم منظورش این بوده که یک نفر کشته شده. ولی با این بی‌اعتنایی نسبت به این آخوندهای واقعا مرتجع صحبت می کرد. ولی با همه اینها ما در هیئت دولت اطلاع دقیقی نداشتیم که چه می گذرد و رسم هم در ایران نبود که وزیران را در جریان کارهای سیاسی بگذارند. سوال: حتی در آن موقع؟ جواب: حتی در آن موقع وزیران به عنوان مسئولهای فنی به کار وزارتخانه خودشان می رسیدند و در جلسه هیئت وزیران هم ممکن بود نخست وزیر به هر دلیل چند دقیقه درباره مسئله صحبت بکند. ولی باقی آشنایی ما با امور مملکت از راه تصویب نامه هایی بود که می بایست امضا بکنیم و به خاطر آن وزیر می بایست از آن تصویب نامه دفاع بکند یا توضیحی بدهد. فراموش نکنید که در آن موقع مجلس نبود و راه حلی که از زمان دکتر امینی پیدا شده بود این بود که دولت با تصویب نامه قانونی زندگی بکند. به عبارت دیگر تصویب نامه هایی که جایگزین قانون بود و میبایست پس از گشایش مجلس به تصویب هر دو مجلس برسد. در نتیجه این گونه تصویب نامه ها گفتگوی زیادی را در دولت به میان می آورد و به خاطر آن اطلاعات ما هم کمی بیشتر بود تا پس از باز شدن مجلس که دیگر احتیاجی به این نوع بحث و گفتگو در داخل دولت نداشتیم. به هر حال برای اینکه به شما بگویم تا چه اندازه ما ناآگاه از وضع بودیم کافیست یادآور بشوم که روز 15 خرداد به دعوت عباس آرام وزیر خارجه به دفتر او رفتم و با سفیر انگلیس و سه نفر که از انگلیس آمده بودند آشنا شدم و آرام به من گفت که مایل است من هم در این جلسه‌ای که گفتگو درباره خلیج فارس و بحرین است شرکت کنم. من هم دو ساعتی با این آقایان بودم و بعد رهسپار وزارتخانه خودم شدم و یک مرتبه در خیابان خیام
که در قسمت غربی وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد بود با گروهی از مردم که در حال فرار بودند روبرو شدم و باز هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. تا اینکه سوال: چه ساعتی بود این؟ جواب: تصور میکنم حدود 10-10:30 صبح بود، یک چیزی شبیه اینها، شاید یک کمی زودتر، حدود 10 صبح. و مسیر من از خیابان شرقی که میان کاخ دادگستری و کاخ وزارت اقتصاد بود که از آن راه به خیابان ارگ می رفتن و از در ورودی اصلی وزارتخانه وارد می شدن. اما راننده من هیچ نوع امکانی برای پیچیدن با آن خیابان شرقی و غربی پیدا نکرد و من ناچار شدم از اتومبیل پیاده بشوم و صدای تیراندازی را از خیلی نزدیک و از همان خیابان روبرو شنیدم و عده سرباز هم آنجا بودند و مانع بودند که ما عبور بکنیم. در نتیجه از همان سمت غربی وزارت اقتصاد که در گوشش یک شرکت تعاونی برای کارمندان بود سعی کردم وارد بشوم. البته در را بسته بودند و پس از مقداری مذاکره راننده من موفق شد آنها را قانع بکند که وزیر اقتصاد در پشت در مانده و به هر حال آنها هم لطف کردند و در باز شد و ما توانستیم به داخل وزارتخانه برویم. و از موقعی که وارد دفتر خودم شدم، از دفتر خودم کاملا متوجه وضع غیرعادی بودم. البته جلوی وزارتخانه به کلی پاک و خلوت شده بود. اما چند دقیقه بعد به من اطلاع دادند که 2 نفر در 2 سوی وزارتخانه در قسمت شرقی و شمالی وزارتخانه تیر خوردند و دیگر حالا یا زخمی شدند یا مردند. درست در آن موقع نمی دانستن. بعد هم معاونان من از کاخ بازرگانی به من زنگ زدند که در روبروی آن کاخ هم چند نفر تیر خوردند و تیراندازی همچنان ادامه دارد. کاخ بازرگانی کجا بود دقیقا؟ روبروی دادگستری که در گفتگوی قبلی خودم توضیح دادم که در بال غربی کاخ وزارت دارایی بود. در واقع تمام اینها در اطراف کاخ گلستان و مسجد ارگ و اینها بود که البته فراموش نکنید که در آنجا وزارت اطلاعات یا تبلیغات هم وجود داشت و مقداری از استدیوهای رادیو در آنجا بود و یکی از هدفهای شورشیان هم حمله به وزارت اطلاعات بود. به هر حال در چنین شرایطی من توانستم وارد وزارتخانه بشوم و بعد هم تفضلی برای من گفت که او هم در دفتر خودش نبوده و وقتی اطلاع پیدا می کند که عده‌ای به دور وزارت اطلاعات ریختند ناچار می شود با یک جیب و با سرعت صف این شورشیان را بشکافد و به داخل وزارتخانه خودش برود. در جاهای دیگر هم وضع به همین صورت بود. برای اینکه من تلفن کردم به وزیر دارایی بهنیا که بدانم چه خبر است، گفت که آقای معینیان که وزیر راه شده بود او هم در دفتر اوست. به خاطر اینکه دفتر وزیر راه که در شمس الاماره بود، یعنی به سوی خیابان ناصر خسرو، مورد حمله همین تظاهر کنندگان قرار گرفته بود. به هر حال این چند وزارتخانه‌ای که در آن قسمت شهر بودند همه معاصره بودند به وسیله تظاهر کنندگان و نظامی ها و مامورین انتظامی. در این ضمن به طور مداوم صدای تیراندازی شنیده می شد و بعد هم به من خبر دادند که کتابخانه داخل پارک شهر را آتش زدند و من هم از اتاقی به تماشای این آتش سوزی رفتم و دود عجیبی بلند بود و کاملا این عده شورشی که در حال فرار بودند و مامورین انتظامی که آنها را دنبال می کردند به چشمم خورد
به آقای علم نخست وزیر تلفن کردم که جریان را بگویم. البته ایشان خیلی بیشتر از من خوب اطلاع داشتند که در آن اطراف چه می‌گذرد. کاملا هم خونسرد و مسلط بر خودش بود. به ایشان گفتم که اجازه می‌خواهم به مجرد اینکه وضع آرام شد، تدریجا کارمندهای وزارتخانه را به منزلشان بفرستم، چون حالت ناراحتی در میان آنها هست. و ایشان هم قبول کردند و گفتم که سعی می‌کنم اول خانم‌ها را با محافظ روانه بکنم و بعد هم از کارمندهای جز به بالا، و به همین ترتیب هم عمل کردم. یعنی از نزدیک زور تقریبا وزارتخانه خلوت شده بود. صدای تیراندازی هم خیلی کمتر از ساعت پیش بود، ولی با همه این احوال از هر سوی شهر این صدا به گوش می رسید. خودم هم در حدود ساعت 1 یا 1:30 بعد از ظهر طبق معمول به طرف منزلم رفتم. دیدن خیابان‌های منطقه ارگ، یعنی میان میدان سپه و بازار، خیلی ناراحت کننده بود، چون این خیابان‌های پرجوش و خروش دیگر در آن روز جز سرباز و پاسبان و فرماندهان کس دیگری دیده نمی‌شد. سوال: تانک هم بود؟ جواب: من در آنجا ندیدم. ولی چیز جالبی که به شما بگویم این است که از میدان سپه به بالا تدریجا هی وضع عادی تر بود، تا اینکه دو مرتبه به طرف خیابان شمیران که به طرف منزل من بود میرفتم، باز در اطراف دروازه دولت مقداری حالت غیر عادی به چشم میخورد. ولی باز هم در خیابان شمیران که من در نزدیکی آن سینما مولن زندگی می کردم، وضع عادی بود. اما مردم هیجان زده و ناراحت، چرا که به هر حال هم صدای تیراندازی را می شنیدن، هم دود بزرگی که از پارک شهر بلند شده بود دیده بودن، و همین که خبر به آنها می رسید. به هر حال بعد از ظهر طبق معمول ما هیئت وزیران داشتیم و من به جلسه هیئت وزیران رفتم و در آنجا با حالت غیرعادی و حضور تانک روبرو شدم. سوال: کجا بود این جلسه؟ جواب: جلسه همیشه در کاخ نخست وزیری، یعنی روبروی کاخ اختصاصی اعلی حضرت. سوال: همین جایی که اواخر هم دوره هویدا هم بود؟ جواب: همیشه. این ساختمانی که زمانی متعلق به والا حضرت اشرف بوده و بعد در دوران اقبال خریدند و آنجا را کاخ نخست وزیری کردند. به هر حال در خیابان پهلوی و در نزدیکی کاخ چندین تانک به چشم می‌خورد و در این شرایط ما به جلسه هیئت وزیران رفتیم. در جلسه علم با خونسردی کامل و تسلط بسیار عالی به اعصاب خودش برای ما جریانات روز را تا آنجایی که لازم می‌دانست گفت و توضیح داد که این شورش به رهبری عده‌ای روحانی انجام گرفته و یکی از سردسته‌های آنها شخصی است به نام خمینی، و این اولین باری بود که من اسم خمینی را شنیدم. و بعد هم توضیح داد که همه چیز تحت کنترل است و هیچ نوع نگرانی در کار نیست. و بعد هم یا از خودش یا از دوروبری‌هایش شنیدم که از صبح آن روز اعلی حضرت اختیار تام به علم داده و نیروهای انتظامی و نیروهای ارتش مقیم تهران مستقیم به دستور علم می توانند وارد کار بشوند و علم هم از ساعتی که این اختیار را گرفته و حتی پیش از این که این اختیار را بگیرد شروع به ایستادگی در برابر این تظاهرات کرده بود. علم به ما شماره تلفن به کلی محرمانه ای را داد که هر موقع شب
وزرا احتیاج داشتند بتوانند با این شماره با او تماس بگیرند و توضیح داد که آن شب را در کاخ نخست وزیری خواهد خوابید و این شماره هم متعلق به تلفنی است که در کنار بستر او خواهد بود و بنابراین فقط باید از آن در شرایط کاملا استثنایی و ضروری استفاده بشود. بعدها با علم و با چندین نفر دیگر درباره آن روز صحبت کردم. علم برای من در چندین جلسه مختلف و در شرایط گوناگون تعریف آن روز را کرد. او معتقد بود که بعضی از افسرها کم و بیش دست پاچه شده بودند، ولی بعضی دیگرشان خونسردی کامل از خودشان نشان می دادن. معتقد بود که اویسی در میان آن افسرها از همهشان محکمتر و جدیتر بوده و نصیری هم روی هم رفته با روحیه خوبی رفتار کرده بود. ولی بعضی از آنها را معتقد بود که کمی حالت تزلزل درشان حس کرده بود. چیزی که هست، وقتی خشونت و استحکام علم را دیده بودند، آنها هم جا زده بودند و سر کار خودشان برگشته بودند. اینها را به شما میگویم که معلوم بشود تا چه اندازه حتی برای یک مأمور انتظامی با هر اسلحه‌ای هم که در اختیار داشته باشد، روحیه رئیسش مهم است. و مثلا متاسفانه باید به شما بگویم که یکی از کسانی که در آن روز سخت ترسیده بود، خسرو داد بود.